خب میرسیم به بحث شیرین اس ام اس، یکی از تفریحات مورد علاقه ما ایرانی‌ها. برای اینکه بتونید تو آیفون اس ام اس بزنین، این آیکون مسیجز رو روش یه انگشتی می‌زنین و باز میشه و این تویی که شما اینجا می‌بینید در واقع همون فردی که می‌خواید براش بفرستین. اگر توی دفترچه تلفنتون هست اسمش رو اینجا تایپ می‌کنین، مثلا همون کلاکی که ما داشتیم، البته کلاک، و با یه اشاره اینجا شماره تلفنش میاد. اگرم خواستین برای یه شماره تلفن خاصی بفرستین، این 123 اینجا رو میزنین و شماره طرف رو اینجا تایپ میکنین، حالاش هر شماره که هستش. این قسمت که تموم شد، شما میرین قسمت پایینی، با اشاره کردن تو این قسمت شما میتونین خود تکست رو تایپ بکنین، مثلا فرض کنین سلام. اگر شما خواستین از عدد استفاده بکنین توی تکستتون، مثلا مثل حالا 123 هرچی، یا مثلا هر کدوم از اینها، اینجا میایین با این بک اسپیس پاک میکنین. یه سری از کاراکترهایی که اینجا الان نیستن هم از طریق این آیکون قابل دسترسین. اینو برای اون دوستانی میگم که اکثرا از این کارا میکنن و خیلی دوست دارن از این چیزا واسه هم دیگه بفرستن، اگه خواستن میتونن از اینجا بهش دسترسی پیدا بکنن. اما اس ام اس فارسی چجوری ما بفرستیم؟ یکی از چیزایی که خیلی ممکن نیاز باشه توی ایران، این کره زمین شما اگه روش یه کلیک بکنین عربی هم داره که اینجا میاد. ممکنه شما بگین خب حالا اینکه عربی اون حروف فارسی که نداره چی؟ شما با نگه داشتن انگشتتون روی که میتونین به گ برسین، ج چست، ب پ و ز ژ، خیلی راحت میتونین تایپ بکنین و حالا آخرش هم که دیگه کارتون تموم شد سند رو میزنین و براشون ارسال میشه. اگر خواستین این اس ام اس رو داشته باشین ولی فعلا سندش نکنین، بعد بیاین بیرون با این زدن دکمه هوم. هر وقت شما دوباره مسیج رو باز بکنین همین باز میشه. ولی اگه خواستین کلا کنسل بکنین و اصلا پشیمون شدین از فرستادن این اس ام اس، کنسل رو میزنین و کلا پاک میشه.